خوب است و عمری خوب میماند، مردی که روی از عشق میگیرد. دنیا اگر بد بود و بد تا کرد، یک مرد عاشق خوب میمیرد. آشنا شدیم، من یه جوونی بودم هیئتی، دعای ساده کردم و بعد گفتم که مهدی میای این هفته بریم کلیسا. اون موقع کلیسای جماعت ربانی تو تهران باز بود و آزاد بود که مثلا جمعه ها میتونستیم بریم. برو بابا، کلیسا چیه؟ کافری کاف. من کلیسا نمیام، من هیئتی، من درویشم، جمکران میرم. باور کنی روز اول رفتم اونجا اتومات عکس گرفت. میخواستم بهش بگم خدا تو بعد با من حرف بزنی، به من نشون بدی کار من درست یا نیست. همش در دعا بودم با دوستان، هم کسایی که مثلا بودن و اینا، همش در تماس که در اتحاد با هم در دعا باشیم. من یه حس بدی دارم، پرونده سنگینی که داشتیم تو ایران و اون تهدیدی که تقریبا شده بودیم، از هم توی بازجویی خودم و هم تو بازجویی خانومم، که شما لیاقت بچه دار شدن اصلا ندارین، بچه ها رو ازتون میگیرین. چشمندمون رو بهمون زدن و ما رو کورکورانه بردن یه جا، بردن داخل و ما رو بعد از نیم ساعت یک ساعت فکر کنم شد فرستادن سلول انفرادی. صبحش که من رفتم، من فکرم یه بازجویی یکی دو ساعت هست و یه سری اطلاعات میخوان بدونن یا چک کنن یا دیگه مثلا تایید بشه تمام بشه، که من با بچه ها رفتم. ما با کسی ارتباط نداریم اونجا، ما فقط یه سمینار سالانه، اونم مثلا بچه ها رو جمع میکنن به ما خبر میدن که بیاییم برای سمینار. تو سمینار هم فقط یه سری آموزش و تعالیم کتاب مقدس هستش. ببین صدای جیها رو میشنیم، زن و بچه تون برن، فکر کنم خیلی دوست داشته باشی زن و بچه تون. نه بله، میدونی که میتونیم زنتو طلاق بدیم، طلاقشو بگیریم، بگیم باید که بچه ازدواج کنیم. حالا میگی یا نمیگی؟ آخه تو همینی که میدونستم بهتون گفتم. ببین تو اتاق بغلی هم میدونم، وقتی نمیدونم چی بهتون بگم. ساکت باشه، ببین صدای زنتو بشنوی. دیگه هر روز ما منتظر بودیم که این بازجوها بیان دیگه اما سوال کنن، یعنی یه روزم اگر نمیومد دیگه ما فکر میکردیم که اینا کجا هستن، ناراحت بودیم که اینا چرا نمیان، کجا رفتن. در ایران پولداری رو دیدم، بی پولیش هم دیدم، دیدم زیاد با هم فرق نمیکنه. ویلا رو دیدم، دیدم با اونی که ویلا ندارم فرق نمیکنه. همه چیزهایی که تو زندگیمون تا به امروز داریم و من احساس میکنم از خداوند داریم، یعنی واقعا مسیح هر روز هر روزه داره در زندگی ما کار میکنه. باید امروز حواسم باشد که اگر قاصدکی را دیدم، آرزوهایم را بدهم تا برساند به خدا، به خدایی که خودم میدانم، به خدایی که دلش پروانه است و به مرغان مهاجر هر سال راه را میگوید و به باران گفته است باغ‌ها تشنه شدند و حواسش حتی به دل نازک شبو هم هست که مبادا که ترک بردارد.